در کرمانشاه شهید مجاهد خلق حسین امینی دانشجوی سال آخر کامپیوتر از دانشگاه تهران بود. این قهرمان که در پیشتازی و راهگشایی قیام در کرمانشاه دلیرانه راه می‌گشود، در روز 26 آبان 98 با اصابت چند گلوله به کمر و سینه‌اش به شهادت رسید. حسین بسیار باهوش، مبتکر و خلاق بود. هر کس با حسین از نزدیک آشنا می‌شد، شیفته اخلاق و رفتار او می‌شد. حسین بار سخت تأمین مخارج زندگی را به دوش می‌کشید و همزمان به تحصیل ادامه می‌داد. او برای گذران زندگی به کارگری ساختمان مشغول بود. حسین از کودکی نام شهیدان راه آزادی را می‌شنید. شهیدان سرفرازی از خانواده و بستگان حسین که در سالهای 60 و 67 سربدار شدند. شهیدان خانواده امینی همچون مهدی امینی، معصومه امینی، رضا امینی و مسعود امینی. در میان بستگان حسین شهیدان دیگری چون نصرالله حسینی و علی سامنی به چشم می‌خورند. حماسه ایستادگی و فدای چنین سربدارانی همواره خاطر حسین را مملو از حس آزادی خواهی می‌کرد. شهیدانی که نام پرآوازه‌شان تمام شهر سنقر را در بر گرفته بود. حسین قهرمان چند روز پیش از قیام گفته بود: به دنبال جرقه‌ای هستم تا حساب مزدوران رژیم را برسم. مجاهد شهید حسین امینی به همراه یاران دلیرش و با کمک سایر جوانان شورشی در برابر مزدوران و جنایتکاران رژیم خامنه‌ای ایستادند. در شبانگاه 26 آبان مزدوران انتظامی را عقب رانده و خودروی آنها را به آتش کشیدند. هر کجا که حسین قهرمان حضور داشت فریاد مرگ بر خامنه‌ای سر می‌داد و اینگونه این شعار را در فضای قیام تنین انداز می‌کرد. حسین به همراه قیام آفرینان دلیر به پیش می‌رفت. او سرانجام در مقابل حوضه آخوندی مورد اصابت گلوله مستقیم مزدوران رژیم قرار گرفت. این مزدوران از پشت بام حوضه آخوندی حسین را هدف قرار دادند و حسین در میان یارانش به شهادت رسید. در همین لحظات بود که با پشتیبانی دلاورانی چون حسین، حوضه آخوندی در کرمانشاه هدف شعله‌های آتش قیام مردم قرار گرفت و مواد آتشزا را به سوی این حوضه جهل و جنایت پرتاب می‌کرد. درود بر شرف دار یا کرمانشاهیان. شهید دلاور مجاهد خلق محمد جواد رستمی از یاران و همرزمان حسین امینی بود. دوست دوران کودکی و یار او در صحنه پرشکوه نبرد. جواد از طریق حسین با سازمان مجاهدین خلق آشنا شد. شجاعت و جنگاوری حسین در صحنه‌های قیام در کرمانشاه توجه دوستان و قیام آفریران را جلب کرده بود. دوستان قیام آفرین جواد آخرین لحظات زندگی جواد را چنین بازگو کردند. جواد در نیمه شب 26 آبان در پیشاپیش صفوف قیام آفرینان می‌رزمید. وقتی خودروی مزدوران انتظامی به آتش کشیده شد، دو مزدور سرکوبگر از خودرو بیرون پریدند. جواد چون برق و باد خودش را به این مزدوران رساند و با کمک مردم گوشمالی سختی به این مزدوران دادند. سرانجام جواد قهرمان نیز در کنار یار و همرزمش حسین امینی در مقابل حوضه جهل آخوندی در کرمانشاه به شهادت رسید. مزدوران با شلیک گلوله بر سر حسین او را به شهادت رساندند. شهید سرفراز مجاهد خلق صادق عباسی کردنیاب، یاری دلیر و بیباک و بیم، از آنگونه جوانان شورشی و قیام آفرینی که برق نگاهش در صحنه نبرد ایمان با آزادی را متجلی می کرد. صادق دلاور به همراه یاران شهیدش
در مقابل حوزه آخوندی در کرمانشاه به شهادت رسید. شهادت این دلاوران هرگز پایان راه پرشکوه آنها نیست. رژیم جنایتکار ولایت فقیه از پیکر این دلاوران شهید نیز در هراس بود. پیکر حسین امینی 13 روز پس از شهادت به خانواده او تحویل داده شد. حکومت آخوندی حتی اجازه برگزاری مراسم برای این دلاوران را تاب نیاورد، زیرا آنها در شهادتشان نیز در رزم و پیکار هستند. هر گام و قدم آنها در روزهای قیام سراسری و در هر گامی که به پیش برداشتند رسمی جاودانه و افشا کننده جنایت‌های رژیم آخوندی بود. سوین بخوا دتن روخینین سوین بخوا. آنها طلای داران و وارثان شهیدان یک خلق بودند که سیل بنیانکن خلق ایران را به جانب پایه‌های لرزان حاکمیت آخوندی روانه کردند. در میان شهیدان مجاهد خلق قیام آبان از شهر کرمانشاه نام‌های دیگری هستند که آزادگی و ایستادگی در قیام را در خاطره کوچه‌های شهر متجلی می‌کنند. شهید مجاهد خلق جواد مختاری که در سن 27 سالگی فدیه راه آزادی میهن شد. جواد قهرمان در نیمه شب تبدار قیام و مبارزه برای آزادی با اصابت مستقیم گلوله به سرش شهید شد. تیمور مختاری از خیشاوندان جواد نیز در روزهای قیام آبان در تهران به شهادت رسید. این مجاهد قهرمان 25 ساله بود که جان پاکش را فدای آزادی میهن کرد. خیابان‌های کرمانشاه یاد دلاوران مجاهد خلقش را در سینه نگاه داشته است. از دیگر شهیدان در قیام آبان قهرمان مجاهد خلق وحید اللهی بود. او متولد شهرستان سنقر بود. مجاهد شهید وحید اللهی در روز 25 آبان 98 در صحنه‌های نبرد مجروح شد. این مجاهد قهرمان بر اثر شدت جراحت در روز 29 آبان به شهادت رسید و همان شب به خاک سپرده شد. وحید از کودکی با رزم و جانفشانی برای آزادی آشنا بود. یکی از بستگان او مجاهد شهید کیومرث امیریان بود که در جریان قتل عام 67 حلق‌آویز شده و به شهادت رسید. وحید اینگونه با موج گرم شورش و مبارزه برای آزادی آشنا شده بود. نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می گسترد آن که نهال نازک دستانش از عشق خداست و پیش عصیانش بالای جهنم پست است. نگاه کن چه فروتنانه بر درگاه نجابت به خاک می شکند رخساره‌ای که طوفانش مسخ نیارست کرد. چه فروتنانه بر آستانه تو به خاک می افتد آن که در کمرگاه دریا دست حلقه توانست کرد. نگاه کن چه بزرگ وارانه در پای تو سرنها آن که مرگش میلاد پرهیاهای هزار شهزاده بود. نگاه کن